کیوانو مشکی پوشیده. بابا کیو، مگه محلقا بانوی مه وصیت نکرده بود تو مراسمش مشکی نپوشی؟ الان تمام وصیت محلقا خانم مو به مو اجرا شده، فقط مالده پیرن گلگلی پوشیدن من. آفرین به این نوری و دختراش، الحق و الانصاف سنگ تمام گذاشت بره اون مرحوم و چراغ نظرش روشن کرده. من اون خونه مرحوم فروختیم و این خونه جدید خریدیم. اون دلش می‌خواست که من بدهی شما را از پول فروش اون خونه ها بدم. آفرین. مهر نیست دستشه. خب الان یکی یکی به مهر بگی چقدر گرفتی که الباقی حسابتونه بگه من بدونم که چقدر بهش بده کردم. امروز مهر اینجا ندیدی. قضیه اون بیریخت شوهرت کجا ول کرد یه هورا؟ نمیدونم والا، گویا یه کار واجبی براش پیش اومده، بعدم برام میگه. داداش همینجا نگرد، همینجا نگرد. مهر عالی بودی، فردا شب هم همینجوری حال بدی. همینجوریه، خیالت راحت. پول بیشتر میگیره. به به، سلام آقای دمت. سر یه کاری بودم، ببخشید. هی امشب تو مهمانی چند نفر بشم گفتن شوهرت از ما پول دستی گرفته پس نداده. مادر من در مورد شین خانم با توی صحبت نکرد. مثلا چه صحبتی؟ که شین خانم رو بدی به من، ازدواج کنیم سنه من بشه. خاک تو سرم اگه این سلمانی جونی میاد خواستگاری من. آه کیوانی، حساب مهیار داره میزنه بالا ها. وقتی زن گرفته هرچی میخوام زیر پر و بالش بگیرم میگه نه، مرد اونه که رو پای خودش وایسه. یه فکری به حالش بکن، اگه قرار باشه همینجوری بخواد رو پای خودش وایسه، آبروی کل خاندانتو به باد میده. داداش صمد میشناسی؟ کجا آدرس دادن؟ بابا یه صورت بدفرمی دارم، موهاشم یه مدلی درست میکنه. بابا بالا همین تپه زندگی میکنن. اصلا این منطقه سال هاست که صمد به خودش ندیده. حس شیشومه میگه دنبال مهیار آمده. آدرسش هم داشت، احتمالا طلبکارشه. اونم یه جوری خودش صمد معرفی کرده که یه جوری رد گم کنه. میخوام ببینم چجور بچه ایه، میشه دختر داد دستش یا نه؟ وایسا، یعنی من به عنوان خانواده عروس حق ندارم راجع به داماد پرسجو بکنم؟ کدام داماد؟ بابا صمد هم میگم دیگه. مهیار اومده باشه خواسته. مهیار نه، صمد. آقا نخواستی بس هم بود میشه. من نمیدونم آخه، آدم انقدر نمک نشناس، روژان براش چه کم گذاشته بود. بابا میدونی چیزه، ماه خانوادگی شانس نداریم. من نباید الان قضاوت بکنیم، مگه هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. چشم، صبر میکنیم یه دوقلو که از زن دومش گذاشت و دامن خانواده خانزاده، اون موقع قضاوت میکنیم. وای من باید برم اساسام جمع بکنم، مهیار مقاد عروس بیاره. زشته و ساله ای بخواه بشارت خراب کنه. ای بخواه بابا جان، ای مگه الله کیه؟ بابا جان اون بخواد عروس بیاره من باش درگیر بشم. شما هنون نوری جکی چنه نشتخسین. بابا فشارش بد نیست، فکر میکنم یکم شوکه شده باشه. استراحت بکنم شوکه. چقدر گفتم به هر مذکری که ابراز عشق کرد دختر ندید. او عمر جان که تو تهران اسیر سیروس، ایم از روژا شیرین تونم آخر میدم به همون سلمان، شک نکن. تازه او هیچ، پریشب خوابیدم زن یارو شاگرد نانوای شدم تو تهران. شاگرد نانوا تعبیرش پول زیاده. ببگم چی شده؟ مهیا جواب نمیده؟ منم بودم جواب نمیدادم، کیوانم جواب نمیده. او هووی من رو بگیر، او میدانه مهیار من کجاست. من باید برم و سلام جمع بکنم. لباس تمیز نداره برای خواستگاری. شیری بالا نکنی وای بکنم. شیری روشن بگی بخواب، همشید شدی؟ بابا گیان ده بخواب ده بابا، او ادریس رو بگیر. اون آدم بزدل و ترسویه، فهمی جواب میده.
مگه بس با و چقدر سرسده میکنین شما؟ داریم جوشانده درست میکنیم بره بچه. بهترین دختر من داره از دست میره، با شما هیچ زن مکود میکنین، بی سرسده این کاره بکن. باشه بابا. بهترین دخترت رو جانه؟ آقا اجلس بیاد اینجا بگیر، اجازه بده بینم کیه. آیا شار سلام ادریس خان. سلام علیکم، بفرمایید. ای کجا این چه خبر؟ تو رو خدا من نشینده بگیریم، داریم میریم خواستگاری برای معیار. نه ایزد من نر، از خواستگاری حقیقت داره. آدرس محل خواستگاری لطفا. تونه قرآن معافم بکنین، ما آدم درلقی نیست. آدرس لطفا. چش الان اسمس میکنم برات، فقط نگین از ما گرفتین، من بچه هم کوچیکم. خیلی خوب، شما دوتا مراقب روژن بشین، من خودم میرم اونجا براشن قطعی میکنم. هر حرف شما استایی، ولی من میام. پس تو مراقب روژن باش، من رو رونق به هم دیگه. نه منم میام. منم بخواب یه چم اصام خوب کرد. خدا وای وای میکنم. خب قربانت برم. نمیشه قربانت برم. من دارم میره خواسته گاری. سلام علیکم. شکریم قربانت. عزیز سلام برسم. به 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 چیش دلم روشن اقنوری عزیز. سلام علیکم. بعد از دور قشنگه نه؟ اقنوری کی بذاریم؟ چیه کی بذاریم؟ مراسم رو دیگه، سلمان پیشور، شیرین خانزاده، به صف شم با شیرینی. آقا سلمان اصلا زمان مناسبی رو برای این بحث انتخاب نکردی. نمیفهمم. نه خانم اجازه بده، زمان مناسبشو پیدا کردم. اقنوری بفرما این خش. شنبه سه هفته دیگه ولادته، زرش پلو میدیم با مرغ، یه سالاد الویه میذاریم کنارش، نظرتون چیه؟ آقا سلمان گوجگیان، خدا هرچی به تو هیچی نداده، عوضش انقدر رو داده که اصلا تا صلاح کشتار جمعیم خطرناکتری، برو پیکره بابا. آقا نوری دارم بهت هشدار میدم، اگه ندی به هم میرم دختر ابو کاوس رو میگیرم، زایی میشی یا؟ دردی یه شبه، دردی یه زعته، بیا بریم بابا. اینقدر صف نباش مرد. آقا نوری من چی کم دارم؟ خوشگلی ندارم، قد بالا ندارم، پول ندارم، خانواده ندارم، به من بگو چی ندارم؟ تا من برای توضیح بدم. پول گلشیرینی چی شد؟ حالا بیاین دیر شد، حساب میکنم با اتون. گفتم مادر خرج توی 130 تومن دادم پول گلشیرینی. بیاین بابا. منم 180 تومن پول آرایشگاه دادم. واقعا؟ آره. اصلا مشخص نیست. پول منو بده، مگه از جیبت میدی؟ کل مسیر یه کلمه حرف نزدن، الان بلبل شدم. بیاین بابا. مادر جان بفرمایید شما. بفرمایید. پدر جان بفرمایید. بفرمایید. ببخشید دیگه دیر رسیدیم، تقصیر من بود. سر کار بودم، دیر رسیدیم، دیر رفتم خونه، همون آماده شدیم، سر حرکت کردیم اومدیم. بله سمت جان به کارش خیلی علاقه داره. هرچی بهش میگم مامان جان یه امروز و دو ساعت به خودت مرخصی بده تو میخوای بری خواستگاری، میگه نه مامان کار مردم واجبه، نباید زمین بذاریمش. بله پیداست هوا جاناتش، انسان شریفیه. بله خیلی خب شریف مال یه دقیقه من تعریف از خود نماشه، ولی خب خوبی رو باید گفت. میگم که فامیلای عروس قرار بود که امشب تشریف بیارن، نرسیدن هنوز؟ حالا میرسن خدمتتان. ببینم آقا صمد ماشاءالله خنده رو لبت نمیفته، خیلی دوست داری ازدواج بکنی ها، درسته؟ خیلی دوست دارم. خوشت میاد؟ آره. بعد از قدیم هم گفتن زن چراغ خونه است، منم کلن تاریکی میترسم. حالا چی شد که اسم آقازاده رو گذاشتین صمد؟ صمد جان بگو آقا منتظرن.
شما اسم منو گذاشتین سامه کجا من چجوری گذاشتم چه میگم عروس خانم نمیخوان چای بیارن از دیشب کلی دلم براش تنگ شده عروس خانم که نه ولی خب هستن چای میارن دختر خانم چای میارن خدمتتون سلام علیکم سلام علیکم بفرمایید سلام بفرمایید بفرمایید چایی؟ نه من نمیخوام این چایی با همه چایی ها فرق میکنه بخور نه هیچ فرق نمیخوام برولا شما خوب هستین؟ نه بد نیستیم اگه اشتباه نکنم شما باید عموی عروس خانم باشین اشتباه میکنی خوبم اشتباه میکنی من پدر دامادم درسته بابا جانم آره من توضیح میدم تو آشپزخونه اینا بودی؟ میگم برای خب چیزتانه پچه را بابای داماد شد دوتا ببینید ایشون سالای قبل با ایشون متارکه کرد ایشون متعلق به زمان ایشونه اما کسی که در حق ایشون پدری کرده ایشونه آقا زور علکی نزن قضیه لو رفته بله لو رفته ما رفع زحمت میکنم شما فکراتون رو بشین داداش بشین حالا کار باشد دارم بشین من این نگاه میشناسم این میخواد فرار بکنه کجا میخوای بری بابا جان بیرون که خبری نیست همه اینجان آقایان تشریف بیارین داماد داره قریبی میکنه سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم حالش این آقا زن داره بله زیاد نداره یه دانه است ولی من تشخیص میدم میتونه یکی دیگرم داشته باشه درست میگم آقایان ای درود بر شرفتان اما کیوان کاملا درست میگه تا الان نمیتونه خرجی یه نفره بده الان نمیتونه خرجی دو نفره بده اتفاقا حسنش در اینه که این جوان میتونه رو پای خودش بیسته امو جان پاشو رو پای خودت بیسته تا ببینه اما ولکو تو رو خدا میگم پاشو رو پای خودت وایسا دارم برای تبلیغ میکنم وایسا پاشو رو حرف همون کهوز حرف نزد ماشالله صاف راست قامت چون سرف سر ببخشید ما مزاحم جمع خانوادگیتون نمیشیم با اجازتون بنیش دیگه بنیش بابا زنگ زدم مأمور کلانتری همه با هم میریم بشین کاری نداری بشین قلب من ناراحت اجازه بدیم ما رفت زحمت بشین هیچ یه خانه تا کار نمخورم باز زنگ بزنیم پلیس بیان این شیادای سوداگره ببرن بله شیاد خودتی همین آقازاده جنابالی ما رو اجیر کرد گفت من بابا ننه ندارم بیاید برید بری من خواستگاری ثواب داره حالا ما جرم کردیم آره من یار تو چنین حرفی زدی؟ بی اگه اینجا بود از مریم نمیگذشت بله با خانم ای توف به ای هویتت خوشگل پسر مبارکه باشه آقا جان من تو توضیح میدم بذار من اول توضیح بدم یا زلجلال و اکرم ببخشید جان خالی داد جنس خراب سیزم چی شد؟ درم دقنش کرد بابا بگیرین نذارین من یاد دارم من یاد با ماشین دارم بدو Thank you.
بذار یکم تونتر برو. اینا من بگن زندم نمیذارن ها. این همه موتوری پشت سرت چه کار میکنن؟ چه مخانه جانت؟ آقا من زن بچه دارم ها. مشکلی به یه ما پیش نیاری قربانه. ماله یکم گاز داده. خیلی سرم خواستگاری بودم ها. ای هی قضیه ناموسی ها. آقا جان ما شانس نداریم. یه چاقوی میکنن تو پت بلوی ما. بیچاره من میکنی قربانه. پیاده شو. پیاده شو. ناموسی یعنی چی؟ اینا با این مشکل دارن که من زندم چرا دوباره رفتم خواستگاری همین. من دوم نامرده نالوتی پیاده شو گفتم پیاده شو گفتم نامرده نالوتی کجا در میرین؟ وایسا وایسین وایسین سب کنین دو تا زدم تو گیشگاش نمیتونه زیاد دور بشه برین دو مارش کنم برمیان برو 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 شد این بزنه به کود دست هیچ که بشه میرسه. آقا خب این مسیر رأی نداره دیگه. بعد از همینجا برگردم میپریم روش میگیریم. چی میگه آقا؟ مهیار راهشو پیدا میکنه. بچه که بودیم دستشو میگرفتم میآوردن تمام سوراخسون با این کو یادش دادم. همه جاشو بلده. آقا جان شما برگردید. شما برگردید به دخترم هم بگید اصلا نگران نباشم. من از این کوه بدون مهیار بر نمیگردم. مرده یا زندهش میارم میندازم جلوی روژان میگم بفرما اینم شوهر بیریخته. میخوای بهش زندگی کنی؟ کمکت میکنم. میخوای آتیشش بزنی؟ بازم کمکت میکنم. چون نمیتونم همینجوری وایسم قطره قطره آب شدن دخترم رو ببینم. یه ذره بنزینه بس کن. چون این بعد بیاد قشنگ توضیح بده به روژن بگه که چرا همچی کاری بهش کرده. چون اینجوری فکر و خیال دختر بدبخت منو نابود میکنه. باید قشنگ بیاد بگه که تو اون مغز معیوبش چی میگذشته که همچی معامله به دختر من کرده. آفرین قربانه قربانه. خب آفرین دکتر بیار یکم بزن بینم. خب کی با نوردین میره ای کوهستان سبل عبور مهیار پیدا کنه بیاره پایین؟ مهلقه خانم. و مهلقه خانم چیه؟ آقا شما برگردیم من خودم فردا تا قبل زور بر میگردم. آقا برانی داره برم میگیره. خدا حافظ خدا حافظ. مواظب خودت باش. قربانه رفت تو نوری. ها من نامرد هستم تو تنها بذارم باید بیام. آوا مرد حسابی من به خاطر پسر تو میرم بعد تو من نسر من میذاری؟ آقایان هر کی توی کوهستان با ما همراه میشه دستشو بیاره جلو. یک دو سه الله. فاصله نگیر چون اگه گم بشی سخت پیدامون کنی. برو بابا میوه درختیه باید توی کوی یه چیزی بخوریم که زنده بمانیم یا نه؟ چه زنده بمانیم؟ تو ما که زنده بمانی؟ دو ساعت پیش تو خواستگاری پسرت چه تا دانمارکی اقلیب کردی. بیا بریم آقا بیا بریم رابیو. های های Thank you.
جره بعد اون روز بیای و اردی بهشت ما به به بهشتی پر از بادام کوهی پر از شنگ قرش اویشن کوهی بچه که بودیم خدا بیاموز پدرم خدا بیاموز رفتگان شما ره خدا بیاموز چی نمیگی؟ نیمدیم اینجا قرچ میکردیم کیشه؟ یا خدا مهیاره؟ چی بودنن؟ چی میگیم مخواهی؟ خودشانن بلاخره برگشتن چی هم مخواهوز؟ 60 سال پیش پسر نصرت توی کوبون شد نصف بیشتر زمین های شهر مال نصرت خان بود 30 نفر از عالی آبادی زدن به کو برای پیدا کردن پسر نصرت اما از او 30 نفر 2 نفر زنده برگشتن اما اون نفرات تو همه کو زنده زنده پوزکن شدن و بی خیالم و کهو یه چیزی میگین یه صدای نقلای معمولی بود معمولا حیوانات اهلی این صدا را خودشان دارد او دو نفری هم که زنده ماندن روحشونه به شیطان فروخت دادن یکی ازش که با گوشای خودشی میداد میگو وقتی صدای ناله این میامد یکی از ما قیب میشد خودشونه دیدون گفت یه دهن افقی با کلی دندانه و عمودی داشته او بود افسر خب اما کهوش کرد منم الان دهن افقی و دندانه عمودی دارم پس چرا از من نمی ترسن راست بگم یه هم چهرش با اونها مطابقت بکنم بابا نفس افتادی واو خب ندو این چرا فرار میکنید یه ذره به خودت هم بیان عمو کوز از شما بعیده و هفته از حسن لازمه یه ذره رعایت بکنید اینا همینطوری نزده میرسن شما هم دایره دنبال کشتی زیاد میکنید من هرچه میگم مستند نوری نه این موام تو آسیا سپید کردم نه این دستان تو آسیا پیمه بسته بابا عمو کوز شما با تجربه دنیا دیده درست ولی مگه نمیگفتی صدای نال می اومد این نفر غیب میشده خب ما نه همه هستیم تمام شد ای سلمان کو سلمان راست میگه سلمان کو نه چقدر گیجه سلمان اصلا به من نیامد بالای کو نوری تو سلمان بو گندگی ندیدی بابا آی قوت کردم بابا اشتباه کردم تو ادریس میگی من نگران نباش حالا پیداش بود سلمان جان سلمان امو کجایی؟ سلمان سلمان کجا رفت؟ حرف بزن سلمان گفتم برگشتم جوغ صدا میکنی چرا سوت میزنی؟ صدای سوت اذیتشان میکنه آی سلمانه غلط نکنم دهن افقی افتادن به جانه ای بریکلا خب بریم کمکش آقا بودا سلمان بریم کجایی سلمان 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 چه بهش آمده ای؟ بله آقا سلمان خنده کنن میفتد آقا سلمان بر زمین چیه؟ اینطوری که چرا وایسا این تماشا میکنی؟ به پهلوانا نمیمیرن بیا کو به بابا اجازه بده 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 ولی واقعا اینا یه خبری برامون دیدن ها وگرنه چرا باید همچین تلایی خطرناک اینجا کار بذارم فراش که ازم به حضور انور کاملا مشخصه اینجا منطقه عبور مرور خسه اون چیزی هم که زیاد شکارچی غیر مجاز نامد ای پف ای پف آقا آقا ببخشید آقا آقا چه ربطی به خرس داره کار خودشانه نوری چرا تو برای سود میزنی؟ ها؟ تا
دارم اذیتشان میکنم. خب مگه مرض داری ازت بکنی؟ نمیبینی پایینا به چه روزی انداختن؟ تو که از همه بدتری، سرت خون ریزی داره، بوی خونم کوسه رو جذب میکنه. آقا تو کوه کمر کوسه؟ خب چه میدونم؟ گرگ، شغال. آقای خواهشان خفشید، ممنونم. یه کمک با او سردن که بده. های دست بزنید. آقا کمک رو اینه باید داریم بریم اون طرف تر. یک، دو، سه. آمیلا! نه چه بابا بلندش کنم. یواش تب داره، خیلی تب داره. آقایان به خدا من راضی نیستم به خاطر معیار خون دماغ کسی بیاد. برگردیم. همون کیوان دیگه کار از کار گذشته. این سال من به دخت دو بشک خون از دست داده. آقا نوری جان، شما دختر به آدم شل میدی؟ والا ما به هر کور و کچلی دختر دادیم، شل که برای من چیزی نیست. بدیم دست درمت. آتش دوار پای جذب میکنه. بله دوار پا نشنیدی بابام؟ موجودی که شبا توی کو دیده میشه، خود شب شکل آدمیزاد در میاد، داد میزنه، فریاد میزنه، پام درد میکنه، کمرم درد میکنه، یکی بیا منه بگیر از اون ای کو بیاردم پایی. نصیب نشه او کسی که بره کوری بهش بده، چهل متر پای تنها تسمهی اتو شکمش در میاد و میپیچد دور کمری یاد. یه پیاده نمیشه که نمیشه که نمیشه. امو کاوزی هم ببخشیده، جدا میپرسم شما مرز داری؟ بله؟ یعنی چه؟ تو این چه حرفیه میزنی؟ دارم درست میگم بوام. دوالپا همون مرد از ماست؟ نه بوام. ای های مرد از ما موجودیه که اگر نگاش بکنی او های بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه تا جایی که سرش میکنه با آسمان. اما از مرد از ما نباید بترسی. وای با حال او کسی که ازش بترسی. باور بکو از گریمگوش هم خطرناکتر میشه. چی؟ گریمگوش. گریمگوش چه کثافتیه؟ ای هی نشنیدن اینا. گریمگوش موجودیه بوام که دو تا گوش داره به پناه زمین، یکیش این دوشک مینازد زیرش و یکیش این لاف کرسی میکشه رو خودش. اما فریادی داره، نگو و نپرس. وقتی فریاد بکشه تمام مرده ها از قبل خبردار وای میستن، دو پا دارن، دو پا ما شما قرض میکنن برار برقرار ترجیح میدن. آقا جون، آقا نوری، تو رو خدا کمکم کنی، غلط کردم. ببین پای سلمانه، کله منه ببین، آخه چرا؟ آقا جون نه یا جلو، همون جا بایستا. این دوال پای خودشم به شکل معیار داره. آقا محضر و زی خدا امو کبوز کم چه تپت بگو، این بیریق هیچ اسمی نداره جز معیار. آقا من دارم میبینم چهل متر پای تسمه ای داره، من پاهاشو میبینم، میخواد به همون حمله کنه. یواش این تب داره، داره هر جان میگه یواش یواش خدا خدا تا سوار کن خدا 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 بابا صد دفعه گفتم از گروه جدا نشین، همه به هم دیگه حرکت بکنین. نوری صداش از اونجا میاد. یا اصل جلال و اکرام امشب تو تا کشته ندیم. صلوات اللهم صلوات بانه محمد. حق نوری بیا نریم جلو، میترسم دوالپا باشه درم از اون نمایه میکنه بخواد سوارمون بشه. این سال من یه دفعه دیگه چرتپت بگی اون یکی پدم از محل اتصال رو به لگن جدا میکنم، عویزه میکنم به همین درخته خوراک جانوران و پرندگان بشه. گرفتی؟ آقا من مریضم، احتمالا دارم هزیان میگم. در دهنت گل بگی، بیا جلو. من نمیام آقا. بیا بیا. سلام علیکم، خوب هستین؟ خدا چه فکر بکنی؟ خب نه نه خب. اجازه بدین الان یه چوبی چیزی پیدا میکنم میام نجاتت میدم. همینجا باشین. زود باش. بیا بیا بیا. چوب هست بابا. نه بابا. الان لازم بود برات دوال باب بیاد. زود باش. بابا بابا. آی! آی!
مصیبت ها آقا نوری حالتون خوبه؟ فکر میکنم که حق به امو کابوس بود. انشاءالله با امید حق علیه باطل امشب همه من دست جمعی به دیار باقی میشی تردیم. ای چی گریه میکنی؟ خدا نکنه آقا، خدا نکنه. من تازه میخواستم با شیرین خانم ازدواج کنم، یه دو قلوی زرق و بور براتون بیارم. به همین قیافه؟ من نمیفهمم چی میگه. واو امو کیوان وایسه، واو اینجوری نمیشه. آه، یکی کشتی. چی شد؟ جان مادر تو این موقعیت نمیرسه، حوصله ندارم. آقا لونی گلی تو چی بده؟ بابا این هده ها چیزه تر میاره میگم گلی تو چی بده؟ نوری کیوان راست میگه نهایتا او بالا بیفته پایین دست و پا بشکنه بهتره که بهتره اونه چی که جانوره او بالا خیالت راحت شد؟ فریده جان صد بار گفتم من اون موقع تو گودال بودم، اما اگه بیرونم بودم کاری از دست من بر نمی آمد. پنجه تو پنجه خرس که نمی دانستم به نازم. من بودم مینداختم. من گردن خرسی که بخواد بچه‌مو بخوره با همین دستام میشکستم. پسری بیا جانش گذاشت سر یه تصمیم احمقانه. نه خیر، مهیار من خیلی هم زبر و زرنگ بود. من مطمئنم از دستش فرار کرده. همین الان پا میشی میری دنبالش پیداش میکنی. فریده جان امید و وایی به خودت نده. پسر ما الان هم حذف شده و رفت به خارج. ببخشی فریده خانم، تسلیم میگم غم آخرتان باشه، ولی بابای من سه بار خوابش برده، هر سه بار با صدای گریه شما خواب پریده. شیرین جان داغ بچه دیدم میفهمی؟ بله. شنگول منگول نیست که برم مهیارم از شکم آقا گرگه بکشم بیرون. درود بر شرف. بگر بیدر راحت بشن. اما فریده خانم باورله الله بلیر ما تپهی از دست دادن جان منم پیش رفتیم. اصلا خسته داشت میره بلده نمولده؟ خسته داشت میره مهیار یه اون نقفه ظاهر شد نختت به خسته خستم. کیش بهتره باید سر راحت بشه. آی بچم ای خدا جیگرم بنده خدا خیلی سخته، خدا صبرش هم میده. بابا خدا به خواهر بیچاره من صبر بده سر جوانی بی بشو. بیچاره روژان. بابا من داستان زندگی مهیار حتما می نویسم.
چقدر بده می آمد ازش. می نویسم تا درس عبرتی بشه برای اون مردایی که تا شوالشان میشه دوتا هوا برشان می داره. ای کاش اقلا این شلوارش دوتا شده بود. به 98% مردم شهر و روستا بدهکار بود. پس بابا نمی دانی 37500 هم همه گرفت. واقعا؟ خب پس هیچی دیگه شد 99%. آره به خدا. اینا شانس آوردن دخترم که ما باشان بودم. باور بکن. یکی یکی کولشان کردم از اون گودال آوردم بیرون. کولی رفتم تو بیابان ویژگی های دارویی جمع کردم آوردم گذاشتم رو زخم زیلیشم که اینا نجات پیدا بکنن. اگر من نمیشدم سه نفرشان به دیار باقی رفته بود. امرا در دروغ میگه. تو این سن و سال به جایی که اونا هوا تو داشته باشن شما باید برید تر خشکشون کنی؟ همینه دخترم. اینا هیچ کدام ارزه جوانه قدیمه که نداره. بابا برو پندره بزن که نکرشته. ای بابا ول کن نمیخوام چشم بیافته. بابا گم برو آخه زور داره آخه. تمام بدبختی مون تقصیر عمو کاوز بود. عمو کاوز که شما مره نجات دادی. ای ماشاءالله به اون موی سفیده. ماشاءالله. سلام علیکم. قربانه. عمو کاوز ماشاءالله. خوب داری خالی میبندی برای دختر خانمت. نجات ندادم. خود محیطبان ها گفتن که صدای فریاد شما شنیدیم تا آمدیم اونجا. او فریاد که همه من داشتیم میکشیدیم. درسته. اما صدای فریاد من بهتر تشخیص داده بوده. ای بریکالله. ما که اوز کم براقه به این بابا این نازنینت باش. بسیار انسان راستگو و امینیه و خیلی ذهن خلاقی هم داره. دروگو هم اصلا دشمن خدا نیست. بابا این محیطبانه بنده خدا میگفت این شکرچی ها به ساعت تله رو دیروز بعد از ظهر گذاشته. شانس ما است دیگه. کلی هم تشکر کرد که ما باعث شدیم اون حیوانات تو تله نیفتن. خانم پرستر؟ بله. ببخشید. خانم من برداره بعد اویار سرم کرده. بیاره چه آقا؟ سرم. سرم دیگه چجور بیاری آقا؟ بفهمید بفهمید دراز بکشین لبه تخت نشینید. خب دیده دلش خواسته. چه چیزایی میگن؟ سن چند مخوره خانم؟ آقا لطفاً سنتانه بگین دارم اطلاعات بیمار تکمیل میکنم. نه خدایی چند 200 سالشه بابا. 67 سالشه. نره بجب این امو کاوزه زبله. نه آخه دیه داره تمام میشه چیزی ازش نمانده که بفهمانده. اینجا چه خبره؟ پدرشم عاشق همن. خانم من به شما نگفتم یا آقا نباید چیزی بخوره؟ حتی کوکو هم؟ بله حتی کوکو فعلا باید ناشتا باشن. بچه همه دلم میسوزه. به غیر از ایشان همه بیمارایی که سرومشان تمام شده میتونن برن کار ترخیصشان انجام بدن. شما هم بی زحمت رو ازداشو بیاد. آه یه کمرم شکر سلمه سلمه اجاقا مارکون شد بریده. نه الان فرصت هست اینجوری نگو فرصت هست. سلمه هره والا ساده ای خودت چون کرده استفید کرده بینم پسر پیوانه میخواستم کی بره. افرین فرشته میگم بیچاره روشن خانه از وقتی خبر رو شنیده از نظر روحی کاملا فرو پاشیده شد. حقش نبود بنده خدا. شما مردا همه تان همینجوری جواب محبت باسط هم میدید. بابا فرشته جان تو چرا این حرف رو میزنی؟ تو توی زندگی غیر از محبت و قربان و صدقه از من چیز دیگه دیدی؟ خیلی یکی بره تو بین دکتره فهمیده شوهرش مرده. راست میگه خو یکی دام برید تو. رنا خانم داخل مادر جان. اتفاقا من بودم وقتی بهش گفتن خرس مهیار خورده از این خیالش هم نبود. حق داره این خیالش نباشه. رفته سر روح جان هوا آورده تو مخرس شده. اینه عاقبت آدم تمکار. در اعتقاد من خدا یکی زن یکی. ای بابا اجسی بسات خیلی دارن شلوغی میکنن ساکتشان کو. بچه ها ساکت. همین؟ بچه؟ من با بچه هم گفتگو محورم. میخوای با بیلی افتم جانشان؟ آقا نمیخواد نمیخواد. سلام علیکم. چه خبر شده باز؟ ازدحام برای چیه؟ تسلیت بگیم. تسلیت درز میکنیم. خدا بشت سب بده رو جان جان. به زودی اساسات جمع کردی؟ کاری از دست ما برمیاد؟ اگه اجازه بدین آقایان اساسای کول بکنن. جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره مهیار عزیز
بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل. میخواین بری مهیار مه عزاداری بگیرین؟ دستان داد نکنه، ولی خانواده زن دومش هم خبر بدین. بیادبی مراسم بگیریم اونا نباشه. ای خدا لعنت کنه هرچه مرد خیانتکاره. ای توف برود بیار معیا که ای دختر در عنفوان جوانی سیاپوش کردی. کی ای دختر در عنفوان جوانی سیاپوش کرده؟ ملقا خانم. ملقا خانم چیزه؟ معیار. معیار قاطی کردیم. من میدونم سن این پسر یه ریگی توی کنم. ای روز گاری نسان. بلا باش با دلانی مانو هیچ ریجی شد دارت بگرد الان کجایی تو؟ چی ریجی شد مانو الان من چکار سرم بگیم؟ بچه‌ام کجاست؟ خیر زندگی نبی. دست بهش نمیزنی. چیکار با عکس بچه من داری؟ ببخشید، فکرم داره اذیتتان میکنه. نه، مهیار من هیچ وقت اذیت نمیکرد. انقدر پشت سرش حرف زدین، مردم همه باش لج کردن. ما پشت سرش حرف زدیم؟ ما که خواهر دست گل منو دو دستی تقدیمش کردیم، دیگه باید چه کار میکردیم؟ والا آدم چه حرفایی میشنوه. جره پس نکو، بیا پایین ببکن. ما الان همه نراحتیم. بهتره که حرف نزنیم، یه موقع خدایی نکرده این احترامه بین میده. منو که حیوان خانه سن من بالا هست، یه موقع خدایی نکرده دوزه تسکتی ریز دورش میزنیم، اون موقع شما یه سال ازادر. ای بابا خدا نکنه، شما بره چه؟ آره دیگه. درود بر شرفت. وسایل بچه منو جمع کنیم، میخوام ببرم. از این به بعد باید با وسایلش روزا و شب کنم. چه وسیله؟ مهیار اینجا وسیله نداره. راست میگه، اون خدا بیامرز تو خونه خودشم وسیله نداشت، بعد اینجا وسیله داشته باشه. یعنی هیچی آقا نوری؟ دستتون درد نکنه، انقدر از بچه من بیزار بودین که هیچی ازش نگه نداشتین. شیرینگن پشو برو ببین یه چیزی ازش مونده. برو بابگن نلا بچهش اونجور خست بوده خودشم افتاده مرده نرده پشو. چشم خیلی دنیای عجیبیه، عجیب. یه عده هستن یه عمر زیرابی میرن هیچکی متوجه نمیشه، بعد یه نفر یه قدم پشه کج میذاره یه او تومه خست میشه. بله این همه شانس گند ماست. بچه من پاشو کج گذاشته بود؟ من دیگه هیچی حرف نمیزنم، خودش از بالای کوه میاد پایین جواب همه تونو میده. کج گذاشته بود خانم، کج گذاشته بود. من با این چشه خودم دیدم تو مراسم خواستگاری نشسته بود، از این طرف تا اون طرفم نیشش واز بود. تمام. شما یکی اصلا حرف نزن، همیشه علیه بچه من بودی، الانم پاش بیفته میری به نفع خرسش عادت میدی. بیا. بفرما، فکر میکنم هی اینا باشه. در گذشته این زیر شلواری مال من بود، من دادمش به مهیار که میاد اینجا راحت بشه. اینا رو ریزه بود جیجیش که بخونه؟ نه گذشته بود بین فقره تقسیم. بله خدا بیامرز همیشه درنش می جنبید. نقلم داره. نخور ضرر داره میمیری. بذار ببینم بدون معیاد چه به درد من میخوره این دنیا. بابا ایوانات جوان دو به سیمه دست. بابا ایوان برای خودت میگه، بخوری سقط میشی. بذار سقط بشم، بذار ببینم این دنیا به چه درد من بخوره. بابا غلط کردم، بخور. چه وحشیه اینا، چیه؟ اون مشلول خودکاره. عرض شود که چندین بار به مهیار گفتم، گفتم بابا گم من پدر زنتم، این شوخیه رو برو به همسن سالای خودت بکن، از کودکی تربیت درستی نداشته. این
بشره. نگار فهمیده بود خرس مخواد بخوردش. آدم معتقدی بود. ای مادر بمیره برام. سلام. سلام بابا جان. سلام. آمدی؟ سلام عروس با وفا. سب میکردی استخوناشو میآوردن بعد میرفتی وسایلاتو جمع میکردی تشریف میآوردی. ربطی به خرس نداره فریده خانم. روژان همو دیشب تصمیم گرفت که جمع بکنه. میخواست جا واسه وسایل عروس جدیدتان باز بشه. عروس؟ کدوم عروس؟ چرا اینقدر پشت سر بچم حرف میزنیم بهش تهمت میزنیم؟ آفرین روژان جان، از تو انتظار نداشتم. با آبروی ما بازی نشده؟ تشریف ببرید بیرون ببینین دمه در چه خبره. این همه مردم پشت سرم راه افتادن پچ پچ میکنن، میگن دختره حتما یه ایرادی داشته که من یارم درو قدرم. وایسا راست میگه، کیا دنبالتون راه افتاده بوده؟ بگید کیا نیفتادن؟ همه بروسلی بازی که در نیاوردی؟ نه. کتکاری که نکردی؟ نه. خیالم راحت بشه؟ الان کجان؟ امه ها آمدن تو ولی بقیه را ندادم. ای بابا بیشن دیگر. خیلی عجیبه کیوانگن، من خیلی بدم میاد از انسان های فضول. با اجازتن یه دقیقه برم اینا رو متفرق کنم برگردم، ولی خواهشن تا برمیگردم هیچکی با هیچکی چه حرفی داریم بزنیم؟ صحبت نکنه چون خیلی فضا مستعد تشنجه. اصلا یه جوری با همدیگر رفتار کنید انگار چشم دیدن همدیگر ندارید. بای جزلم بل میگه نیا آقا نوری نیا من بالا میلیم من الیه بلیم آقلا میم دانش میم ازو بلی شولار آخی بابا فریده خانم خواهش دلیرم تمنا ایلیرم منو اروعیمه سندرمه بیر دقیقه الان قولن آقل میم با هم دیگه هم نزنیده. بابا گوش بده دیا، ما گل تو دل مال جوالا دست دادیم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. زحمت کشیدید. زحمت کشیدید. چرا دمته؟ تشبیه ده؟ بفرمایید. نه غلط کردم. شرمنده. یه لحظه اجازه بدید. این کلبه خرابه البته متعلق به همه شما است. ولی الان شرایطی ذره بحرانیه. پدر مادر متوفا متاسفانه اوضاعشون خوب نیست. دختر منم که دیدین نیاز به زمان و یه ذره تنهایی داره که یه ذره بهتر بشه شما. آقا نوری مراسم ختم آقا مهیار چی میشه؟ هرچی باشه اون رفیق ما بود، جلوی چشم این اهالی قد کشید. آره راست میگو. عرضم به حضور شما که انشالله تاریخ مراسم از طریق مسجد خدمت همه شما اعلام میشه، ولی اجازه بدین اول بقایای اون مرحوم پیدا بکنیم. بقایا؟ کدام بقایا؟ مگه خرس اتومش چیزی باقی میذاره؟ Yes of course. مثلا شلوارشه، جورابشه، دست کلیدشه، سیبیلشه، این چیزا رو میگن. لااقل بمو بگو چجوری مرده. آگاهی حق این مردم ها. خرس امان نمیده به شکارش. اول میگیره یک کتک مفصل بهش میزنه، بعد شروع میکنه به خوردنش. آقا سیرز چرا جمع میبندی؟ چرا خودت هم مدیان میکنی؟ اتفاقا بعضی خرسا خیلی مهربانن، تومشان هم میذارن بره. آقا جان خرس مهربان مال تو کارتونه هاست، تو واقعیت پاراپورا میکنه میدرانو میره جلو. ای بریکلا خرس بی خودی حمله نمیکنه. خرس هم مثل عقاب میمانه، وقتی تخم میذاره وای میسه، نه هر که نزدیک بشه چیشیشه در میاره. ادیس گن خرس تخم گذاره؟ نمیذاره. ببخشین متوجه اشتباه خودم شدم. بچه ها را بیفتین بریم. را بیفتین. فرما شما متفرق بشین. نه ایشالله طریق مسجد. فرما خواهش بکنم. قربان نه فرما متفرق بشین. خداحافظ. ایشالله طریق مسجد اطلاق سالمی. فرما خداحافظ بابا جان. کسی نرزیده چرخد. ای بری کبا برو. خداحافظ. شما متفرق نمیشین؟ شرمنده بالا این منطقه این به جنه بودم. سلام بنده زمانی هستم. ای زمانی جنم در خدمتم هم فرمه. یه عرض کوچیک خدمتون داشتم ولی گفتنش یکم برام سخته. نه بابا راحت باشین، الان دیدین اهلی چجور راحت میخواستم بیان داخل خانه. شما راحت حرف تنه بزنین. من پدر همون دختری هستم که آقا مهیار اومد خواستگاریش. آخ من واقعا شرمنده ایشونم. اصلا زبانم برای عذرخواهی لاله، نمیدونم چی بگم. خیر قربان،
من شرمنده شما. نه شما بزرگواری. حالا دکتر خانم چی داره؟ شنیدم بعد از این مجلس یه ذره کسالت پیدا کرد. انشالله بهتره. انشالله. ببینید خدمتتون چی عرض کنم؟ خدمتتون عرض کنم که قضیه مربوط میشه به من. شرمندم. من دعوت نکردم شما داخل. فرمایید بریم داخل صحبت. نه اجازه بدید همینجا مطلبمو بگم. نه 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 فرمایید داخل با او فرمودین. صحیح نیست. نه بابا صحیحه. فرمودین صحبت مهم صحبت مهم که اینجا نمیشه. اینجا مال سلام و خداحافظی و چرا دیر آمدین و ان شاء الله من میام منزل شما. فرمایید خواهش می‌کنم. من خجالت می‌کشم. اجازه بدید که من همینجا بشینم. نه نه جوره فرمایید داخل. خواهش می‌کنم. صحبت می‌گه چای تلخ هم با هم دیگه می‌خوریم. فرمایید. فرمایید. اصلا روی اومدن خونه شما رو ندارم. نه این خلفه صاف میکنیم. اجازه بدید تو همون پله پس بشینیم. فرمه هجوی راحتی. من اینجوری نراحتیم البته. فرمه فرمه همون جلوی خواهم. نه 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 اما های من سلام هم میگن. 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 سلام ببخش. ایچه اما هایی دارم. خدا حفظشون. دست ده ده ده. این نه کلان است. نگاه کن داخلش سبزی خیلی خوشمزه است. میشه جان. نه بابا میل فرمایید یکم. خیلی متشکرم. آقا نخوری یکی چه عقبی. ممنونم. بفرمایید. میل نمیکنی؟ متشکرم. نخیر بفرمایید. خب من در خدمت شما هستم. فرمایید. اصلا ما نمیدونیم چرا کارمون با آقا مهیار به اینجا کشیده. عرضم به حضور شما که راستش این مهیار مدتی بود که قدم در جاده تباهی گذاشته بود. ولی من فکر نمی‌کردم که اینقدر کار احمقانه ازش سر بزنه. اون مقصر نیست. بیشتر من مقصرم. نه بابا این چه صحبتیه می‌فرمایید؟ شما اگه می‌دونستید مهیار زنده‌ره، آیا تو خونه رش می‌دارید؟ می‌دونستیم زنده‌ره. ها؟ خودش به همون گفته بود زنده‌ره. حتی عکس خانومش هم نشون خانم من داده بود. به خانوم من گفته بود که عاشق زنشه. ببینم یعنی شما با اینکه دخترتون بشه زن دوم مهیار هیچ مشکلی نداشتین؟ مشکل داشتیم. خیلی هم مشکل داشتیم. بس یعنی چی؟ من آها شرط کرده بودین که مثلا دختر من طلاق بده بعد بیاد دختر شما رو بگیره. نه قربان. اصلا خواستگاری سوری بوده. ها؟ سوری بود. روم به دیوار. پول از من گرفته بودن که برای دخترم خواستگار بفرستن. آه یعنی مهیار بهش پول داده بودیم که دختر شما رو بگیره؟ پول داده بودیم که نگیره. آی زمین دوربین مخفیه؟ آقا دوربین مخفیه من فهمیدم بیاین بیرون. اما اجاب رعایت بکنیم. من فهمیدم بیاین بیرون. آقای من دوربین مخفی چیه؟ من جدی دارم صحبت میکنم. اسم شریفتون چیه؟ بنده خانزاده هستم. نورالدین خانزاده فرزند نور محمد. آقای خانزاده جن. دختر من خواستگار نداشت. همسایه ها و آشناها به هیچ سرکوف می زدن. افسرده شده بود. روز به روزم حالش وخیم تر می شد. یه نفر از خدا بی خبر گفتش که یه سایتی هست پول می گیره خواستگار الکی می فرسته. منم احمق شدم. به خاطر دخترم قبول کردم. خب تمام فامیلم خبر کردیم که می خواد واسه دخترمون خواستگار بیاد. ایوه ویله. بعدم قرار شد دخترمو مجاب بکنم که جواب منفی بده. چیکاری کردی شما؟ الان دخترم متوجه شده که خواستگاری سوری بوده، زبونش بند اومده، گریه میکنه مدام. ایداده بیدار، خیلی کار اشتباهی کردی. کارم بده کردیم. پس یعنی مهیار پول گرفته بود که بیاد خواستگاری؟ مهیار مدتیه با این سایت همکاری میکنه. خودش جوون خوبیه. میگفت دوست دارم رو پای خودم واسم. آقای زمریکن حالا اصلا شما میدونی یه دانه جوان برنا به خاطر همین ماجرای سوریه شما مرده از بین رفته. اصلا میدونی الان مادرش اون بالا در زمین و زمان چنگ میزنه. این کار خوبیه؟ کی گفته مهیار مرده؟ آقا خستون بالش کرد. خود بنده که الان در خدمتتان هستم به همراه 5-6 نفر دیگه نزدیک بود به خاطر همین ماجرای سوریه شما مرحوم بشیم. آقای خانزاده مهیار زنده است نمرده. یا مقلب القلوب والابصار. من با همون رابطه سایت کذایی اومدم خونه شما. خودش با موتور رفته تای کوچه. وقتی دید مردم فکر میکنن مهیار مرده جرئت نکرد به شما بیاد راستشو بگه. یعنی الان مهیار زنده مثلا دست به داره سالمه رمیره؟ آقا سالمه. من اومدم واقعیتو به شما بگم که زندگی این جوان از هم نپاشید. واقعا مردی.
مردی. همه تقصیرها گردن منه. هر گونه تصمیمی هم که در مورد من بگیری حق داری. من گردنم از مو نازکتره. خیلی مردی. ولی خواهش میکنم به خانوادم لطمه‌ای نزنی. نه بابا من شیتیم دیوانه. فکر کنی من شیش میزنم؟ به اندازه کافی داغون هستیم. یه کاری نکنیدم ازتون خواهش میکنم، دخترم دیگه نابودتر از این بشه. نه خیالتون راحت ای دمد سگ جان. چنگ خز در رفت. روشن جان، فریده خانم، کیوان، مهیار زنده. هم از زمین آسمان به من نشان رفته است، نشان من چه بی نشان از این زمان رفته است. به دست تو راهی شده، به پای خود آمده، تا ساحل آرامش دل را به دریا زده. تو چون رود سپیدی که به دست